سخن را سرای است ای خردمند و بون میاور سخن در میان سخن خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش نگوید سخن تا نبیند خموش عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هفتم و درس زبان و ادبیات دری دوستان خوش آمدید در هر جایی از کشور عزیزمان افغانستان هستید همیشه امیدوار هستیم که حالتان خوب باشد و جانتان جر و در کنار پدرجان مادرجان در کانون گرم خانواده شاد و خوشحال باشید دوستان عزیز به جلسه پانزدهم رسیدیم عنوان درس امروز ما زبان دری است در قسمت دوم در حوزه دستور زبان و یک مفهوم جدیدی میرسیم تحت عنوان صفت نسبتی دوستان عزیز گرامیان جان کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید دو سفر 964 و پنج آماده دریافت نظر و پیشنهادات شما در مورد درس زبان و ادبیات دری هستیم عزیزان قند به جلسه نو خوش آمدید خب شاگردای عزیز قبل از اینکه وارد جلسه جدید شویم کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور میکنیم در جلسه قبل یک سوال دادیم تحت عنوان ای که برای کلمات بیش خاص جالب و کوچک صفت عالی مناسب بنویسید صفت عالی مناسب خب خاطر دوستان اگر باشد در جلسه قبل بیان کردیم گفتیم که در ادامه انواع و گناهای مختلف صفت رسیدیم به صفت عالی گفتیم صفت عالی او صفتی را گویند که برتری یک صفت بر سایر صفتها را میخواهد برای شما برساند این صفتی و این برتری در چگونه اساسان از نظر موصوف است چون گفتیم هر صفتی یک اسمی دارد که توضیح بیشتر او اسم است و او اسم را تحت عنوان چی یاد کردیم تحت عنوان موصوف یاد کردیم حالا اگر بخوایم نگاه کنیم که یک صفت بخواهد برتری خود را بر سایر صفت هایی که دارای یک صفت مشترک هستند برساند ایرا می گفتیم تحت عنوان صفت عالی حال صفت عالی خود یک علامت داشت یک نشانه داشت این نشانه چی بود دوستان این نشانه ای بود که در, انتفا... در, انتهای صفت عالی چه می آمد دوستان اگه صفت ساده را در نظر بگیریم در انتهایش یک پسفندی می آمد تحت عنوان ترین و یک شکل جدید ایجاد میکرد تحت عنوان صفت عالی خب حالی به این دوستان چیکار کنیم همین صفت عالی را برای این کلمات که یک صفت ساده هستند بیشتر بیان بکنیم و یک صفت عالی از این کلمات نو بسازیم خب گفتیم کدام کلمات بودن دوستان؟ گفتیم یکی بش است یکی خاص است یکی جالب و یک کلمه آخر صفت ساده ای چیه دوستان کوچک خب این صفت های ساده ای ما شد درسته خب عالی صفت های ساده رو داریم میخوایم صفت عالی بسازیم در انتهای همه این صفت های ساده دوستان اگر پسوند ترین را اضافه کنید می شود صفت عالی خب بهش چی می دوستان؟ بهش می شود بهشترین که دو شکل نگارشی دارد یا می اینگو اینگونه باشد یا میتواند اینگو اینگونه باشد خب خاص می شود ترین خاص خواست ترین. خب جالب چه میشود؟ جالب میشود جالب ترین و در انتها کوچک هم میشود کوچک ترین کوچک ترین خب نگاه کنید دوستان این شد نحوه ساختن صفت عالی پس هر زمانی که ما یک صفت ساده داشتیم انتهایش یک علامت را اضافه کردیم در انتهایش جمع کردیم تحت عنوان علامت ترین او صفت از حالت سادگی از حالت ساده به حالت عالی تبدیل می شود <applause> خب شاید عزیز وارد درس جدید می شویم بخش اول درس امروز ما که تحت عنوان شیز دوستان زبان دریست میخواهیم در این دست در مورد خواستگاه و مبدع پیدایش زبان دری در موردش برای شما توضیحاتی ارائه کنیم خب بخش اول میگوید پیدایش زبان فارسی یا زبان دری یا زبان تاجیکی که انواع مختلفی این نوع زبان دارد با اسمهای مختلف با نامهای مختلف خطاب میشود که برای شما توضیح میدهیم خب سوال، سوال اول درس امروز ما ایست خاصگاه زبان دری کجاست؟ اول مرتبه نخستین بار زبان دری از کجا پیدا شد؟ از کجا آغاز شد؟ و از او منطقه از او ولایت از او شهر به نقاط مختلف گسترش پیدا کرد کتاب شما میگوید که پاسخ دقیقی برای این پرسش نمیتوان گفت یعنی چرا نمیتوان گفت دوستان چون ما هیچ کتابی معتبر هیچ منبع معتبری نداریم که در او کتاب در او منبع اشاره شده باشد که نخستین بار زبان دری زبان فارسی از این مبدا از این نقطه به نقاط مختلف به های دیگر انتقال پیدا کرد اما گفتند که زبان دری نخست در خراسان بزرگ به دنیا آمده و از آنجا به سرزمین های دیگر را یافته است نگاه کنید دوستان ما میگوییم خراسان بزرگ خراسان بزرگ در نقشه امروزی قابل تشخیص نمی باشد خراسان بزرگ در نقشه های قدیمی در نقشه های کهن مناطق بسیار بسیار وسیع بسیار بسیار پهناور را شامل می شود از جمله بلخ بخارا سمرقن خجند نیشابور مرو ارزم به حضور دوستان دیگر می توانیم در حرات اشاره بکنیم این ولایت ها این شهر در حوزه خراسان قدیم بودن که به طور کلی می توانیم بگیم که مبدع اولیه منشه اولیه زبان دری آن چیزی که از منابع به دست می آید به نظر می رسد که از خراسان بزرگ آغاز شده است خب حالی میگوییم که زبان فارسی که نام دیگرش زبان دری است که در کشورهای مختلف به نامهای مختلف یاد میشد. به دنباله زبان پهلوی از ترکیب زبانهای سقدی، خارزمی و تخاری پدید آورده شده است نگاه کنید دوستان پس ما میگوییم که زبان امروزه ما که تحت عنوان زبان دری از او یاد میکنیم برگرفته شده دنباله زبان پهلوی است در زمانهای خیلی گذشته خیلی قدیم در دوره حکومت حقامنشیان زبان رسمی ای سلسله ای حکومت چی بود دوستان؟ زبان باستانی بود زبان دری قدیم بود که می آید می گذرد می گذرد تا دوره ساسانیان در زمان ساسانیان زبان رسمی رسم الخط اصلی حکومتی که بسیاری از مردم تابع او بودند به او شکل نوشتاری من می نوشتند به او شکل گفتاری زبان را می خواندند بیان می کردند گفتارشان را به عمل می رساندند زبان فارسی میانه یا زبان دری میانه از او یاد می شود که نام دیگر از زبان پهلوی است پس زبان پهلوی یا زبان فارسی میانه یا زبان دری میانه زبانی که در دوره ساسانی آغاز می شود می آید می آید تا میرسد رسد به دوره معاصر که زبان دری زبان در واقع فارسی امروزی را شکل می داد که تحت عنوان دری نو یا فارسی نو نیز از او یاد می شود زادگاه اصلی این زبان به شواهد تاریخی در افغانستان امروزی است در ساعت قبلی براتون بیان کردیم گفتیم که خواستگاه نخستین زبان دری کجا بود دوستان خراسان قدیم بود خراسان کوهن بود حالا کشور عزیزمان افغانستان یکی از مناطق اصلی چیه دوستان خراسان قدیم و شمار می رود. پس به ترتیب دوستان میتوانیم بگوییم که خواستگاه اولیه زبان دری کجاست افغانستان امروزی ماست این زبان یکی از دو زبان رسمی کشور ما می باشد ما دو دوستان نگاه کنیم ما کشورمان کشور, کشور عزیزمان افغانستان در زمره کشورهای دو زبانه است کشورهایی که در واقع دو زبان رسمی داره یک زبان دریس زبانی که در واقع ما به او تکلم میکنیم به او زبان بیان میکنیم و یکی زبان پشتوس پس دو زبان هستن که زبانهای اصلی و زبان رسمی کشور هستن که در واقع در حوزه جغرافی افغانستان به این دو زبان تکلم میشود البته دوستان نمی توانیم بگوییم که این زبان بر او زبان برتری دارد ای زبان بر او زبان چربش دارد هر دو زبان را باید ارج نهیم احترام کنیم و بر ما واجب و لازم است و به دنبال این نباشیم که دوستان ای زبان را ضعیف بکنیم ای زبان را از بین ببریم حذف زبانها پذیر نیست بسیاری از آدم ها آمدن تلاش کردند. آدم های بدخواه بودن که میخواستن زبان دری را در طول تاریخ از بین ببرد در حوزه جغرافیایی افغانستان البته ولی خدا هیچ وقت موفق نشدن و همیشه تیرشان به سنگ خورده است چون خواستگاه این زبان بسیار قدیمی است این زبان در دل تک تک ما دری زبان ها در, در ولایت های مختلف افغانستان نهادی نشده و از بین بردن این زبان منزله شیست دوستان به منزله است که همه ای ما را باید از بین ببرم و ای کار این کار شدنی نیست و دست بسیاری از دشقیمان بسیاری از بدخواهان زبان دری در این امر کوتاه شده است خب قلم روی زبان درید دوستان قلم که میخوایم در موردش توضیح دهیم میگوییم که ما سه کشور داریم که زبان فارسی زبان دری یا زبان تاجیکی را به عنوان زبان رسمی خود انتخاب کردند خب این سه کشور که طور که میبینید دوستان یک افغانستان عزیز کشور عزیز ماست که ما به این زبان تحت عنوان زبان دری میگوییم چون این زبان منصوب به دربار است در دوره در واقع ابتدایی در دربارهای پادشاهان به این زبان تکلم می و در دوره که اسلام وارد کشورهای فارس زبان دری زبان می شود این رسم الخط و این نو بیان و این نو زبان را به عنوان زبان رسمی انتخاب می کنن. در کشور تاجیکستان زبان دری را تحت عنوان زبان تاجیکی می خوانند و در کشور همسایه خودمان همسایه غربیمان ایران زبان را تحت عنوان زبان فارسی از او یاد می کنن. خب سرزمین مشترک میگویند زبان دری در گذشته ها دارای یک قلمرو بود و کشورها و نام امروزین با دیریزی نیز تفاوت دارد نگاه کنید دوستان پس کشورها تکه شدن کشورها از یک دیگر جدا شدن منفک شدن اگر چیز زبان آنها هنوز که هنوز است مشترک میباشد چون زبان یکی از عناصر مهم در حوزه اتحاد در حوزه انسجام کشورهای همسایه می باشد و اسم بسیاری از کشورها نیز دوستان تغییر کرده است به طور مثال افغانستان امروزی ما در قدیم تحت عنوان خراسان از او یاد می شود. کشور ایران را تحت عنوان سرزمین فارس می و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان را تحت عنوان ماورا و یا پاردریا می نامیدند. ماورا دوستان یک اسمی است که زمانی که اسلام وارد کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان میشود این نام را به این کشورها اطلاق میکردن. ماورا یعنی کشورهایی که پشت دریاست پشت نهر است چون این سه کشور تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان ما بین دو دریا قرار داشتن ما بین جیهون و سیهون ما بین آمودریا و سیردریا قرار داشتن این کشورها را به این نام خطاب میکردن. در متون نظم و نصر قدیم منظور از ایران همان مناطق بالاست بسیاری از آثاری که در حوزه زبان و ادبیات دری هستند چیز در واقع او آثار آثار منظوم باشد چه آثار منصور باشد وقتی از نام ایران یاد می شود دوستان شامل همه یکی کشورها می شود شامل افغانستان می شود شامل تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان شامل خود کشوری ایران هم می شود پس وقتی ما یاد می کنیم هر جا در هر یک از این آثار کشور ایران را بیان می شود شامل همه این مناطق می گردد دولت ایران در سال 1935 میلادی نام کشور خود را از پارس به ایران تغییر داد و این در واقع یک تغییر است که به خواسته خود ای کشور انجام شده و باعث شده که در حوزه آثار منظوم آثار منصور با نام ای کتاب با نام ای کشور یک در واقع چی بیاد دوستان یک تمایزی قرار بگیرد که در واقع برای شما بیان شد خب، کاربرد سرزمینی زبان خب دوستان ما گفتیم که سه کشور سه کشور بیان شد که زبان دری زبان فارسی و زبان تاجیکی را به عنوان زبان رسمی کشور خود انتخاب کردند حال علاوه بر این کشورها کشورهای دیگری هستند که به زبان دری نیست تکلم میکنند حال ممکن است به عنوان زبان رسمی و کشور نباشد ولی از نظر نفوس و جمعیت تعداد بسیاری از افراد به این زبان تکلم میکنه خب مناطقی از کجا دوستان مناطقی در واقع از پاکستان را شامل میشود مناطقی از هند را شامل میشود و مناطقی از کشور عراق نیز کسانی هستند که به زبان دری فارسی یا به اعتبار دیگر به زبان تاجیکی تکلم میکنند حالی دوستان میخوایم کلمه دری را در اشعار بزرگان بررسی بکنیم چون میگوییم که زبان ما زبان دری است زبان رسمی کشور عزیزمان افغانستان است و این کلمه دری را که به عنوان زبان رسمی خود زبان گفتاری خود انتخاب کردیم بررسی میکنیم که در آثار بسیار شاعران قدیم شاعران گذشته این کلمه آورده شده یا نه خب این را با همدیگر مرور میکنیم نخست شعری میخوانیم دوستان از ناصر خسرو بلخی اشان در یک بیت شعر ای کلمه را آورده و گفتند که منانم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی در لفظ دری را یا سعدی شیرازی شاعر قرن هفتم و خالق آثار ماندگار بوستان و گلستان در یک بیت میگوید که هزار بلبل داستان سرای عاشق را بباید از تو سخن گفتن دری آموخت یا شاعری تحت عنوان فردوسی توسی که خالق شاهکار حماسه شاهنامه است و سی سال زحمت میکشد و این اثر را ماندگار میکند و میسرایت در یک بیت شعر از دری ستایش میکند یکی تازه کن قصه زردوهشت به نظم دری و خط درشت خب شاگردای عزیز وارد قسمت دوم درس امروز شویم در حوزه قواعد دستوری امروز میپردازیم در یک مفهومی دوستان تحت عنوان صفت نسبتی در جلسه قبل توضیح دادیم بیان شد کلمه صفت عالی که گفتیم که برتری یک موصوف بر سایر موصوف های دیگر که نشان دهنده یک برتری یک اعلایی است و در واقع برای ساختن صفت عالی ما یک علامت داشتیم که در انتهای صفت ساده ترین را اضافه میکردیم حالی به صفت نسبتی میرسیم توضیح صفت نسبتی و تعریفش این گونه است آن است که کسی یا چیزی را به جایی یا چیزی نسبت دهند پس نسبت دادن دوستان نسبت دادن کسی یا چیزی به جایی یا چیزی دیگری را صفت نسبتی گویم خب الی صفت های نسبتی نیز مانند صفت عالی دارای نشانه و علامت است خب این نشانه های چیست؟ میگوییم یا یا و نون یا و نون و های غیر ملفوز الف و نون و های غیر ملفوز و های غیر ملفوز است که در آخر اسم ها اضافه می شود به طور مثال نگاه کنید دوستان فولادی فولادی را نگاه کنید در انتهای کلمه فولادی ما میبینیم که یک یا اضافه شده دیرین یا ونون در انتهایش اضافه شده و به معنای کوهن و قدیمی است کلمه دیرین سبزینه نگاه کنید دوستان یک صفت نسبتی دیگر مردانه نسبت دادن یک لباس یک چیزی و یک انسانی که از جنس مرد باشد و ده, ده ده که در انتهای کلمه ده دوستان میبینیم که یک های غیر ملفوظ اضافه شده و تشکیل یک صفت جدید داده تحت عنوان صفت نسبتی خب از عزیز میرسیم به کار خانگی که آخرین اسلاید درس امروز ماست با نشانه های یا یا و نون و های غیر ملفوظ صفت نسبتی مناسب بنویسید که صفت نسبتی مناسب برای شما توضیح داده شد و حالا شما میخواهیم که با ای سه نشانه شما یک کلمه جدیدی تحت عنوان صفت نسبتی بسازید خب شاگردان عزیز دلبندان نازنین در پایان جلسه امروز رسیدیم مانده نباشید کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید دو سف نوستد و شست و چهل سیزه آماده دریافت نظر پیشنهادات شما عزیزان در خصوص درس زبان و ادبیات دری خواهیم بود مانده نباشید تا جلسه بعد و دیدار دیگر خداوند یار و نگهدارتان